جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی میگوید که تا 20 روز دیگر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت تامین امنیت تمام کشور را از نیروهای خارجی بر عهده خواهند گرفت. وزیر دفاع افغانستان در گردهمایی که به منظور دومین سال روز کشته شدن جنرال داوود داوود و شاجهان نوری قمندان امنیه پیشین ولایت تخار برگزار شده بود گفت تاکنون 4 مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی موفقانه سپری شده است و نیروهای امنیتی افغان توانستند با تنهایی و بدون نیروهای خارجی امنیت را در ولایت‌ها و محلاتی که انتقال صورت گرفته است با خوبی تامین کنند. به نمایندگی از نیروهای امنیتی افغانستان و شما مردم شریف افغانستان اطمینان بدم که نیروهای امنیتی که از فرزندان خود شما تشکیل شده، اونا قابلیت‌هاشون بلند رفته، اونا با انگیزه هستند، با امرار هستند، اونا دارن از عزت و شرف و مال و جان و تمامیت ارتیب استقلال وطن دفاع میکنند. دشمن اگر خواسته باشه که با این تشکیل عملاتش به اهداف شومش برسد، او اهداف و مقاصد شوم خود را دگر خواهد کرد. در همین حال محمد حنیف اتمر یکی از اعضای ارشد حزب حق و عدالت با حمایت از تلاش‌های نیروهای امنیتی افغانستان گفت که مشروعیت نظام وابسته به رهبری دولت افغانستان است که این مشروعیت می‌تواند با عملی شدن قانون در مسائل مهم کشور حفظ گردد. اولین شرط حفظ نظام و بقای دولت ما مشروعیت دولت ماست که باید از راه انتخابات آزاد و عادلانه تامین شد. صلاح‌الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح و سرپرست حزب جمعیت اسلامی افغانستان با انتقاد از عدم پیگیری دوسیه‌های قتل‌های زنجیره‌ای رهبران و مقام‌های جهادی از سوی دولت گفت که مردم افغانستان منتظر اقدام نهادهای مسئول در پیگیری از این دوسیه‌ها هستند.